سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز راشین سودمند هستم و خیلی خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه های سفر به اماق خوشبختی مهمان شما عزیزان هستیم من سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز امیر بزجو هستم و خوشحالیم که امروز با این برنامه مهمان منازل شما هستیم خب راشین جان عنوان چی امروز قرار صحبت کنیم؟ امروز میخوایم در مورد یکی دیگه از احساسات صحبت کنیم احساس احساس خشم هست آه. ما مخصوصا در این سری برنامه ها داریم در مورد احساسات صحبت می کنیم احساسات رو به طور کلی توضیح دادیم صحبت کردیم و احساس محبت احساس خشم و احساسات بعدی هم در راه هستن هدف این هست که ما در برنامه قبلی هم گفتیم که این احساسات اگر کنترل نشن میتونن تو این جاده ای که ما به سوی سعادت و خوشبختی میریم جاده ای که در زندگی داریم طی می ممکنه ضررهایی به ما برسونه باشا. من همیشه توی ما در برنامه اول در مورد جاده زندگی گفتیم انگار داریم رانندگی میکنیم خشم برای من همیشه تدایی این رانندگی هایی هستش که مثلا منجر به تصادف میشه با شدت میدیم سرعت, به حواس بالا, سرعت بالا ناگهان سرعت. یا به کسی میزنی یا کسی بهت میزنی وقتی این سرعت کنترل نشه خشم هم یه سرعت خاصی برای جالبه. خودش خلی داره خیلی خشم در ابتدا به ساکن حس بدی نیست بدی نیست نه خیلی هم خوبه ولی هم اگه کنترل نشه خیلی نه. میتونه مخرب باشه مخرب خیلی باشه. و جالب جاست که که تو بهش اشاره کردی خشم یک میکانیزم دفاعیه مانند بقیه احساسات دیگه که هر احساسی ما تو برنامه قبل گفتیم هر احساسی باید در جای خودش در وقت خودش ابراز بشه چون اگر این احساسات ابراز نشه همطور که شما اشاره کردیم مخرب خواهد بود برای ما پس خشم یکی از در ابتدا بسا کنی یکی از یکی از احساسات ما، یکی از حسای ماست و این مکانیزم دفاعیه وقتی که ما خدا ما رو اینطوری خلق کرده که وقتی که میخوایم جلوگیری کنیم از درد یا رنج این مکانیزم در ما شروع میکنه کار کردن که اسمش از خشم پس مهمترین مکانیزم خشم جلوگیری از احساس درد و رنجه خشم باعث میشه که انسان به احساسات دردناک جسمی و روحی آگاهی پیدا کنه خشم خب وقتی صحبت از خشم میشه عوامل مختلفی درگیر هستند که این حس در ما چیه شروع میکنه به کار کردن من یه نکته این خیلی جالب بود که پس خش به ما کمک میکنه که به احساسات درگاهمون دسترسی داشته دقیقا. باشیم پس بعد نیست پس این خیلی خوبه بله در ابتدا به ساکت این میکانیزمی که خدا که برای ما خرف اجازه کرده. میده که ما به اون احساس درس در... آگاهی پیدا کنیم که ما احساس درد داریم احساس درد جسمی درد روحی پس این خشم در ابتدا به ساکن یه حسه هم. وقتی که در ما ایجاد میشه باید بدونیم که پس بله یه اتفاقی افتاده درسته حالا عوامل مختلفی هستن که این خشم رو برمی‌آفروزن بر یا یعنی این حس بیرون میاد خب اوامل میتونه عوامل درونی باشه که خیلی وقتا چیزهایی که در شخصیت ما هست شخصیت ما بسیار پیچیده است اینها باعث میشه که چیه ما خشمگین بشیم خیلی وقتا عوامل بیرونی هستن یعنی بیرونی اتفاقی میفته شما کسی به شما بدی میکنه ناعدالتی رو میبینید یا اتفاقی در جامعه در خانواده در روابط شما میفته که شما خشمگین میشین و خیلی وقتها خشم میگن به خاطر کم بوده احترام به خوده مم. یعنی وقتی که من خودم رو خود کمبینم وقتی خودم رو پایین میدونم این یک خشمی در من ایجاد میشه خب چرا من فکر میکنم خودم پایینم چرا من خود کم بینی دارم برای همین این باعث میشه که در ما چیه خشم ایجاد بشه و خیلی وقتا میگن خشم بر سر کمالگرایی ما است یعنی ما انتظارهای بیجایی داریم از خودمون درسته و چون انتظارای بی جایی داریم و نمیتونیم اون انتظارا رو درست انجام بدیم و و خودمون حاضر نیستیم ببخشیم به خاطر اون انتظارایی که داریم و قادر نیستیم اونها رو انجام بدیم باعث میشیم که از دست خودمون خشمگین بشیم ولی هیچا فکر نمیکنیم که از دست خودمون خشمگین هستیم این حس بیرون میاد و اصولا خشم مخرب خواهد بود اگه کنترل نشه و به دیگران آسیب میرسونه همونطور که شما گفتید مثل این جاده است که ماشین داره میره اگه درست را رانندگی نکنی سرعت زیاد میشه یا به کسی میزنی یا کسی به شما میزنه پس خشم در ابتدا به ساکن یک یک عامل درونی از درون میاد یا از بیرون تحریک میشه و یه مکانیزم دفاعیه حالا خیلی انواع خشم هست خیلی وقتا خ... مثالی در مورد اون در مورد خشم شخصی آدم اومد فکر کنم خوبه که شاید مثال خوب باشه که بیشتر گویا بشه اینکه یه بار یک عزیزی اومد و در مورد خودش داشت میگفت میگفت من وقتی که چون نمیتونم به افراد نه بگم وقتی که مخصوصا رئیس من یا افراد دیگه دورور من از من یه کاری میخوام بکنم من با اینکه نمیتونم یا توانشو ندارم وقتشو ندارم میگم آره ولی در درونم یک کوه آتش فشان خب یه هستم ام یک انتظار بله. از می خودش داره و بله گفت یه جور دیگه اینو بروز میداد یا بیماری جسمی یا اینکه مثلا ش... یک دفعگی با افراد شروع میکرد دعوا کردن و بعد متوجه شد که چون این مشکل از خودش هست اول خب به دلایل گذشته ها و اینها و بعد اون کمارگل... گرایی هم جالب بود که بعد میگفت مثلا انتظارهای خیلی زیادی داشت یه هایی که لزومی نداره و چون نمیتونست به استاندارد ها برسه چون پدرشون خیلی استانداردش بالا بود و هی خودش رو معلومت میکرد دقیقا میکن. وقتی که از ما انتظار میره یا, یا یک سری انتظارهای خیلی بالای از خودمون داریم که واقعا در توان ما نیست در استعدادهای ما نیست و وقتی که ما اون انتظارات رو براورده نمی کنیم از دست خودمون عصبانی, 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 میشه. عصبانی, میشه. پس خشم در ابتدا به ساکن یک حسه که در ما ایجاد میشه. و یه میگه یه مکانیزم دفاعی هست ولی این خشم خیلی وقتا بروز که میکنه و خرابی به بار میاد ما خودمون پشیمون میشیم میگیم که چرا چرا من این طوری رفتار میکنم خیلی وقتا ایزان میان میگن من شخص عصبی هستم چرا چرا مرتب داد میزنم چرا مرتب شاید پرخاش میکنم این به خاطر اینکه این حس رو باید بشناسید این حس یه ریشه داره شما اون یه علتی داره پشت این خشم شما چرا آدم خشمگینی هستید گفتم در ابتدا به صحبتم که خشم گناه نیست خشم یک حسه ولی ما رو میتونه به گناه بکشونه. بکشونه اگر نشناسیمش آیا علت بیرونی هست آیا یا علت درونی؟, درونی هست علت درونی رو خب خیلی بیشتر باید کنکاش کنیم چون که علت های بیرونی ممکنه درونی درونی هم به بیرونی تاثیر بیرونی خب ممکنه مثلا افراد یه کاری میکنن خشم آور برانگیزانن اونم باید مواظب باشیم ها رفتارهای ولی درونی هست. رو باید بیشتر روش کار کنیم که ببینیم این حس خشم آیا کمال آیا خود هست بیشتر بیشتر, بیشتر آنه. اصلا از درون ما هست چون شما وقتی مم. که حس ترد شدگی به دست میده این حس باعث میشه که تبدیل میشه به حس خش, خش. بله. و شما میخوای از خودت دفاع کنی بله. درسته میخوای بگی منم هستم وجود اثبات کنی بگی منم هستم منم بلدم این کار انجام بدم مم. و این خش بیشتر و بیشتر میشه با ریاکشن ها و عکس العمل های مختلف ولی انواع خشم هست که خیلی وقتا میگن خشم خیلی ناگهانی بروز میکنه دیدید بعضی وقتا شما یا همه ما سر یک مورد خیلی کوچیک یک انفجار صورت میگیره ناگهان ما خشمگین میشیم و داد و بیداد میکنیم و بعد میگن این خشم فوری فروکش میکنه دیدید خیلی وقت ما عصبانی میشیم حرفی رو میزنیم عکس العمل رو نشون میدیم ولی بعد ناگهان بعد چند دقیقه میگیم چرا من این کارو کردم پشیمون, پشیمون میشیم ده. و خیلی خطرناکه تو اون شرایط ما تصمیم بگیریم چون میگن 99 درصد تصمیمایی که ما تو اون لحظه میگیریم چون خش باعث میشه که مک... در بدن ما ترشح بشه که مغز ما کار میفته به خاطر می... دقیقاً کنیم. تصمیمی ما میگیریم که بعد میگیم واو چرا من این کارو کردم زندگیم به باد رفت دقیقاً خیلی وقتا این خش میگن آهسته آهسته زیاد میشه در ما و خیلی هم طول میکشه که پایین بیاد درسته و این خشم هم میگن خشم مخربیه چون اون خشمی که ناگهان هست خب ناگهان میاد پایین ولی اون که آهسته آهسته در ما شروع میکنه به کار کردن خب اونم طول میکشه که بیاد پایین و بعد خیلی وقت میگن خشم رو هیچ, هیچ خیلی اصلا خشمشون رو درست ابراز نمیکنن و میریزن توی خودشون و بعد در دراز مدت خب مریضی های مختلف مشکلاتی رو... روحی روانی در اون شخص ایجاد میشه و طرف میگه که این مشکلات از کجا میاد وقتی که بر میگرده متوجه میشه که چقدر شاید خشمایی این حس خودش رو در خودش خفه کرده شاید اولش خشم نبوده شاید اولش ناراحتی کوچیک بوده دقیقا. چون تو فرهنگ ما شرم هست حیا هست آب رو هست ما حتی کوچیک ترین ناراحتی ها رو نمیگیم و این یواش یواش ناراحتی کوچیک دوباره یه کوچیک 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 میشه هی بزرگ بزرگ میشه و قطر قطر جمع گردد وانگه دریا شود یه دفعه مرز انفجار میرسه می می حالا این انفجار خیلی وقتا در, در درون ماست که به مریض زیهای مختلف خیلی 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 چیزهای سمتون یا عوامل جسمی مختلف بیرون میاد و خیلی وقتها ما این انفجار به دیگران، به همسرمون، به فرزندانمون، به دوستانمون، به همکارانمون و این انفجار همه را زخمی میکنه و بعد ما خودمون وامونده خواهیم بود که چرا این از کجا شروع شد دقیقا همونطور که شما میگید از ابتدا ما باید چیه این حس رو بشناسیم و درست باش برخورد کنیم در افسوسیان این آیه معروف است باب 4 آیه 26 میگه خشم این باشید اما گناه نکنید پس خشم سراغ همه ما میاد خشم سراغ یه حسی که در ما هست ولی باید گناه نکنیم باید کنترلش کنیم کنترل یا کن. در مزمور سیف آیه 7 میگه از غضب بر کنار شو و خشم را ترک کن و خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد مم. پس در ابتدا به ساکن اگر من باید خشمای خودم رو بشناسم چون یه حسه مم. درسته و باید اونها رو کنترل کنم چون اگه کنترل نکنم منو به گناه خواهد کشوند خیلی مهمه که ما احساساتمون و مخصوص احساس ناراحتیمون و احساس, احساس قممون اگر از شرایطی یا از دست کسی ناراحت هستیم همون لحظه حالا حتی اگر همون لحظه به طرف نمیتونیم بگیم که خوبه بگیم اما اگر همون لحظه نمیتونیم بگیم وقتی اومدیم تو خلوت خودمون اونو برای خودمون بشکافیم اگر نتونستیم حلش کنیم هنوز در قلبمون هست بریم به طرف بگیم و اصلا خوبه که به طرف بگیم و نزاریم جمع بشه چون وقتی که جمع میشه در ما این خشم زیاد میشه و یه جایی بروز میشه و, و بعد بدونیم که این در اثر چی هست در اثر آیا من خودمو کم میبینم از کم بینی از, بی از احساس شدگی هست و عوامل در هم خیلی از مخصوصا در فرهنگ ما الان به هر حال نادالتی ها و چیزها چیزهایی هست باشه که, که میتونه خشم ما رو برانگیزونه پس خیلی مهمه که بدونیم چطوری باهاش برخورد و میکنیم و ایسای مسیح در خداوندمون در انجیل به ما یاد داده که اگر مشکلی داری اول برو با خود طرف صحبت کن طرف صحبت کن اگر احساس میکنی که اون شخص یا اون شرایط تو رو رنجونده و باعث خشم تو میشه این حساس یا این مکانیزم دفاعی در تو ایجاد میشه که از خود دفاع کنی و ناراحت بشی و خیلی چیزا اتفاق برو صحبت کن در وقت شاید اون لحظه خیلی وقت, وقت وقتی ما عصبانی هستیم خشم ما فروزان میشه میاد بالا ولی خوب نیست اون لحظه ما بریم و صحبت کنیم خوب خوبه که فروکش که کرد بریم و بعد صحبت کنیم و بعد این مشکل حل میشه بفرق. مشکل حل کنیم و اصلا نگران نباشیم آبرون میره اصلا نگران نباشیم که طرف ممکنه ناراحت بشه چون اینطوری بدتر ناراحتیار به وجود میاد ما میاره. آزاد میشیم ولی از اون ما آزاد میشیم اون هست ف... برای همین هست که کلام خدا میگه مشکل تو حل کن با برادرت حتی قبل از اینکه دعا میخوای بکنی دقیقا. اگر میبینی مشکل داری اول برو حل کن بعد بیا چون, چون تح... چو ببین دقیقا تاثیر میذاره روی روابط ما با خدا تلخ میشه دوستان عزیز ما این بحث رو ادامه خواهیم داد ولی قبل از اون میرم میام برنامه میبینیم و بعد با شما خواهیم بود خب بینندگان عزیز برگشتیم به استودیو و در خدمت شما هستیم امیر جان پس ما در قسمت قبل در مورد تعریف خشم رو گفتیم و خشم ها کلام خدا در این مورد چی میگه که خشم احساس خوبی هست اگر کنترل نشه مخرب خوب نیست و خراب میشه و اینکه خشم بیرونی داریم خشم درونی داریم بیرونی مشخص تر هست خشم های درونی رو باید بیشتر روش کار کنیم پیچیده تر, پیچیده تر هست برای اینکه اگر ما دائما سر چیزای کوچیک خشمگین میشیم پس این یک مشکلی هست, مشکلی هست. که با بریم کاملاندونش. و روش کار کنیم ببینیم آیا مشکل از کجاست آیا ترد هست آیا خود کمبینی هست کمبود بود اعتماد به نفس هست انتظارهای بیجا, از, خود بیجا است. از, خودمون هست و بعد ببینیم که چی هست و روش کار کنیم و اگر حتی احتیاج داریم با یک مشاور و کسی که میتونه به ما کمک کنه اینو در میون بذاریم و خدا سرق روحش ما را شفا خواهد داد اما در اینجا میخوایم بیشتر ببینیم که اگر خشمگین میشیم چطوری میتونیم کنترل کنیم و راه های عملی و کارکردها چی هست این خیلی مهمه <applause> اما قبل از اینکه به اون که برسم دوباره میخوام ما در درس احساسات ست خصوصیات رو خیلی واضح گفتیم در مورد احساسات که احساسات پیچیده احساسات شخصی هستن احساسات پیچیده هستن و احساسات قدرتمند هستن احساس خشم هم یکی از اونها هست که احساس خشم شخصی هست همونطور که گفتم پس باید ببینیم که اگر که شخصی است ما چطوری اونو ترجمه میکنیم و چطوری اونو ابراز میکنیم و بچه بر... چه چی چیزهای برداشت های مختلف از خشم ما میده پس به طور شخصی باید باش برخورد کنیم و همینطور احساس خشم جو پیچیده هست ممکنه ما همراه احساس خشم همراه با احساسات دیگه باشه مثلا ما از یه چیزی ناراحت میشیم و این ناراحتی به ما احساس خشم میده یا مثلا احساس یا یه بحرانی پیش میاد و اون بحران به ما احساس خشم, خشم پس میده پس احساس خشم میتونه با احساس های دیگه قاطی بشه پس ما باید ببینیم که آره جدا کنیم ببینیم آیا بله. نتیجه غم هست نتیجه اندوه هست نتیجه ترس هست نتیجه چی هست و ببینیم که آیا پس چه چیزهایی با اون همراه هستن و قدرت داره همطوری که گفتیم خشم قدرت داره الان ما خیلی وقتا توی سایت ها میخونیم نوجوان هایی که جوان که در نوجوانی عصبانی شدن و یک لحظه زدن یه دوستشون رو کشتن الان داره کمپین هایی چیزی بله. که اعدام نشن بله. پس چقدر خوبه که ما به بچه هامون یاد بدیم اگر ما خشمگین هستیم کنترل کنیم که بچه های ما یاد بگیرن که خشمشون رو کنترل کنن چون صدماتی در جامعه به وجود میاره که غیر قابل جبران هست نا. چون خشم یه حسیه که همونطور که دارید شما میگی کنترل نشه خیلی مخرب, مخرب خشم. میشه. حتی به قتل بله و تو این جاده ای که زیبای زندگی که ما داریم میریم یک عمل کردی عکس عمل اشتباه زندگی رو می... نابود می می محرف کام... محرف میکنه منحرف میکنه کاملا و خوبه که در ابتدا به ساکن حالا این راه هایی که مطمئنم خیلی کاربردی است شما میگی در ابتدا به ساکن این خشمی که شروع میشه رو ما بشناسیم این برنامه ها ما میخوایم ببینند آقا کمک کنیم که با احساساتشون درست برخورد کنن درسته دقیقا. این این شما بشناسید و درست باش برخورد کنید اون موقع دیگه به جای بی ناجور نخواهد کشید و ما باریک, باریک کشید. نخواهد کشید بله کاملا دقیقاً همینطور هست من فکر کنم مثال یه جای دیگه هم یکی از برنامه‌ها زدم ولی خوبه دوباره هم بزنم مثلا برای پدر مادرها یه بار با یک عزیزی صحبت می‌کردم و ایشون میگفت که فرزندان من خیلی خشمگین هستن عصبانی هستن پرخاشگر هستن و و نمیدونیم چرا و ازشون پرسیدم که آیا مثلا در خونه شما در اطرافیان شما کسانی هم هستن که عصبانی هستن عصب میگو بله همسر من به دلایل شرایطی که براش پیش اومده شرایط کاری ایشون الان خیلی عصبی هست و بعد متوجه شدیم که این بچه ها برداری میکنن و تاثیر میذاره و باله. یه بار یکی دیگه از دوستان من که خیلی روی تربیت بچه ها ایشون حساس هست خیلی رعایت میکنه میگه من فقط یه بار جلوی پسر کوچیکم صدامو بردم بالا اصلا و خیلی نه یکم یک بحثمون جدی شد از صدا نبردم بالا میگفت بچه من ترسید و اونم شروع کرد به حالت عکس من نشون دادن و اونجا فهمیدیم که باید خیلی مواظب باشیم پس پدر مادرها باید خیلی مواظب باشند و به با عنوان پدر و مادر ما اگر بتونیم خشممون احساساتمون رو کنترل کنیم و یاد بگیریم و یاد بدیم که چطوری این کنترل بشه چطوری ابراز بشه اونطوری بعد بله. ابر بخوایم ابراز کنیم شاید با بعضی وقت ما نیاز داریم داد بزنیم گریه کنیم یه جای دیگه نکنیم چون الگوی بدی برای اونا خواهد بود. من یکی, یکی از دوستا و همکاران من هستشون میگه ما هر وقت من با همسر میخوام جدی صحبت کنیم میریم بیرون قدم میزنیم اگه بچه ها هستن بخوابونینشون نشون بدین یه جایی که مثلا سر. پایین آره مثلا سر هم داد بزنیم. <تصفح> سر <هم> داد بزنیم. <تصفح> <تصفح> ولی راه عملی در زمانی که همون لحظه خشم به ما میاد خشمگین میشیم چه کارهایی بکنیم که بتونیم اونو کنترل کنیم یک کتابی هست که خیلی قشنگ میگفت کتاب اینجا هست که چطوری ما به خشممون میگه جاده خوشبختی و سعادت میگفتش که یکی از راههایی که ما میتونیم به سعادت و خوشبختی برسیم خشممون رو کنترل کنیم یه سری راه ها رو میتونیم انجام بدیم اول میگه که این دکمه پاز و یه دکمه خاموشی رو بزنیم حالا میگم پازش کنیم تو کامپیوتر یعنی چی هم لحظه که احساس میکنیم داریم عصبانی میشیم این دکمه رو فشار بدیم یه دکمه بر خودمون بذاریم یعنی که از محل یا از کسی که عامل این خشم هست دور بشیم خیلی تمرین سخت تمرین میخواد ولی میتونیم انجام بدیم من خودم یه بار با یه عزیزی در سری کارها داشتیم انجام میدادیم یه همچین احساسی اومد و از محل یکم دور شدم یه آبی خوردم یه حالا آدم یه دعای همینطور سرپام میکنه این نفس عمیق کشیدم و بعد دوباره شروع کردیم و صحبت کردم و خیلی آره خیلی به... کمک شاید. میکنه باد. و از بروز خیلی چیز خیلی وقایع بدتر کمک میکنه بعد پس اول دکمه پازو بزنیم و بعد میگه استفاده از کمک های اولیه یعنی چه سری کمک اولیه ما در درون خودمون داریم میتونیم کمک بگیریم همون لحظه میگه یه نفس عمیق بکشین چون وقتی که ما عصبانی میشیم این اجازه نمیده اکسیژن به مغزمون بیاد یه نفس عمیق بکشیم میگن چرا میگن یه اکسیژن به مغزت برسه درست فکر میکنی می آره چون احساس خش مثل یه انرژی در ما ایجاد, ایجاد میکنه می مثل یه بم منفجر میشه پس نفس عمیق بکشیم آروم بشیم اکسیژن به مغز ما برسه و بعد یک فن... تا بتویم درست فکر برای کنیم برای همینه که میگن اگر, اگر شما بگیریم. در اون لحظه تصمیم بگیری به جرعت 99 تا 100 درصد اون تصمیم شد چون مغز بر اثر اون خشم از کار میفته و ما نمیتونیم درست فکر کنیم دقیقا ولی این نفس عمیق بشیم میبینیم چقدر میتونه کمک کنه و بعد همون لحظه حالا بریم یه لیوان چای یا یه لیوان آب بخوریم که بعد ما آروم بشیم و بعد میتونیم حالا بحث رو ادامه بدیم یا اصلا تصمیم بگیریم دقیقا. چون تصمیم آنی مثل تصادفی که باعث مرگ میشه، باعث جراحت میشه، باعث این میشه که طرف آخر عمر شاید قطع نخواه بشه همین الان شما گفتی خیلی وقت وقتی خشم کنترل نمیشه باعث قتل میشه و طرف یک عمر، تمام عمرش تمام عمرش شاید باید در زندان باشه اعدام بشه و خیلی اتفاقایی میفته که و وقتی برمیگرده طرف میبینه فقط به خاطر یه خش بوده یه حسی بوده, حس بوده حس که نتونسته کنترل کنه اه. و میاد احساس میاد ولی باید کنترل بشه و کسایی که خش درشون نهادینه میشه خب اینها خب باید برن حتما کمک بگیرن که این ببینن این ریش از کجاست ام. این این صحبتی که ما داریم میکنیم برای خشمایی است که ابتداییه یعنی ابتدا به ساکن ایجاد میشه پس ما میتونیم اینو با همین ابزاری که شما میدید کنترل کنیم دقیقا همطور است و یه چیز دیگه هستش که همون لحظه شاید ما میخوایم که اون رو ابراز کنیم بعضی وقتا وقتی که خشمگین میشیم یه چیزی رو بر می داریم و پرت میکنیم به طرف دیگران مخصوصا کسی که ازش خشمگین هستیم و این هم ممکنه منجر به صدم دیدن طرفین مقابل بشه پس خیلی مهمه که همون لحظه باز هم از محل دو دور بشیم و یه جور دیگه خشممون رو ابراز کنیم همونجا ممکنه مثلا یه اینطوری بزنیم روی میزی یه چیزی یا حتی گریه کنیم آره بله. یه انرژی خالی بشه یا همون نفس کشیدن پس مخصوصا وقتی که میبینیم که اون خشم ما خیلی زیاد هست و ممکنه صدمه بزنه خارج بشیم و شاید اینطوری محکم روی یه میزی نباید که بخوایم چیزی رو خراب کنیم ولی این انرژی یه انرژی بیرون بیاد از بدن شاید باید گریه کنیم شاید مثلا بریم یه جای خلوت یه کمی تو خلوت خودمون داد بزنیم یا با خدا درد دل کنیم توی مزامیر خیلی هست که داوود خشمشو به خدا ابراز کرده خدایا چرا دشمنان من اینطور میکنن خدایا چرا اینطور است چرا اونطوری است بریم خلوت و گریه ولی در حضور خدا فریاد بزنیم این اشکالی نداره ولی اجازه ندیم که این خشم ما به دیگران صدم بزنه. شما یه نکته‌ای گفتید که چیزی پرد میکنه خیلی خیلی شاید ما در حالت خشم چیزی رو پرد نکنیم ولی زبان ما چیزهایی رو بگه پرت دوباره که دوباره آره که می‌کشه میکشه دقیقاً. کلام میگه قدرت مرگ و حیات در زبان ماست و ما چیزهایی رو شاید به طرف مقابل بگیم که طرف رو با زبان چاقوهایی رو پرت میکنیم با کلماتی که میگیم و طرف تا آخر عمر شاید زخمی باشه زخمی بشه درسته؟ ام. پس همونطور که شما میگی بهتری که جلوی خودمون رو بگیریم و محل ترک کنیم کنیم بله. بله. پس پس وقتی که همون لحظه خشم میاد اول اینکه دکمه پاز و دکمه خاموشی رو بزنیم بریم یه جایی از کمک های اولیه استفاده کنیم یه نفس عمیق بکشیم فنجون آب یا چای بخوریم بریم یه جای دیگه حالا خشممون رو در حضور خدا یا حتی دوستمون ابراز کنیم گریه کنیم ولی مهمتر اگه خشم ما عامل باز هم درونی داره ریشهش رو پیدا کنیم اگر از کودکی هست اگر احساسات مختلف باعث میشه ترد شدگی ترس و اینها هست اینها رو بشناسیم اگر از بچگی شاید بلای سر ما آوردن و این خشم هنوز شفا پیدا نکرده بریم و اونو بشناسیم روح خدا میتونه شفا بده و از دیگران هم کمک بگیریم کلام خدا من دعایی در این آخر براتون بخونم خیلی زیبا میگه میگه که امثال سلمان باب 15 یک میگه جواب نرم خشم را برمیگرداند اما سخن تند غضب را میانگیزد. پس ببینید سخنان ما میتونه خیلی وقتا خواسته و ناخواسته خشم رو فروزان کنه بربیانگیزونه یا امثال باب 14 29 میگه شخص دیر خشم از درک بسیار برخوردار است یعنی خشمگین میشه ولی کنترل میکنه و اما تندخو حماقت را به نمایش میگذارد اگر ما بخوایم خلاصه ای بگیم از این صحبتی که امروز در این برنامه داشتیم اینی که خشم در ابتدا به ساکن اشتباه نیست گناه نیست بلکه خشم یک حسیه که مثل بقیه حسایی که در ما ایجاد میشه ولی خشم تنها احساسی میتونیم بگیم هست که اگر کنترل نشه خرابی های زیادی رو به بار خواهد آورد در زندگی ما و در روابط ما احسن. پس خوبه که در ابتدا به ساکن وقتی که این خشم در ما ایجاد میشه ما الان اول علت اون رو پیدا کنیم که علت اون چی است درونی بیرونیه و بعد از این ابزاری که شما به ما گفتی امروز از کمک های اولیه استفاده کنیم محل رو ترک کنیم نفس عمیق بکشیم الیوان آب بخوریم و بریم و بعد برگ از محیط دور بشیم چون در محیط بودن خشم ما رو بیشتر میکنه و باعث خرابی بیشتری خواهد شد همطور که شنیدیم پس میخوایم که این در این برنامه هم یک قدم دیگه برداریم که به ما کمک کنه به سمت جاده خوشبختی بریم و امروز برنامه امروز ترمز ماشین یادتون نره ترمز بگیریم سعی کنید این ترمز ماشین یادآوریم یادآور یادآورنده این باشه درست گفتم یادآوری کنه به ما که ترمز بگیریم که وقتی میشیم ترمز ترمز بگیریم جمله کلیدی هست که ما دوباره اینها میگیم که رسیدن به سعادت و خوشبختی در زندگی حاصل رشد کردن و به بلوغ رسیدن شخصیت ماست پس بیایید با هم رشد کنیم تا برنامه بعدی همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم خدا یار و شما باشه خدا نگهدار